من اولین بویلر ساز دانش بنیان در ایران هستم. به خاطر همون 26 نفر از مهندسین خوب را آوردم. بهترین ایده هایی که آوردن اینجا، این ایده ها را تبدیل به فرصت کردن، تبدیل به تولید کردن. نظر من به افرادی که میخوان کارآفرین باشه، به هیچ وجه من از وجود از تولید کار کردن نترسن. یعنی اونچه که در اطراف خودشون میبینن، در دنیا میبینن، اینها ساخته و پرداخته یک انسانی درست مثل خود ما، دارای دو تا دست، دو چشم، دو پا و یه هوشی نسبتاً برابر، چون آی‌کیو ها زیاد فرقی با هم دیگه ندارن و ما میتونیم، به راحتی میتونیم. طبیعیه بعضی از شرایط دشواره، اون شرایط رو باید مهیا کنیم و اگر شرایط رو مهیا کردیم، کار خودش حرکت میکنه، کار خودش به ما میگه که چه کار بکن، از کدوم مسیر برو. میدونید این خیلی مهمه که کارآفرین نترسه از کار و دل داشته باشه و خوشبختانه حاجقا داره، دلشو داره. من گاهی وقتا میترسم یه پیشنهادی رو بهش میکنم، وقتی این میگه باشه اب نداره بکنیم، واقعا خب خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. تولید ثروت از علم هدف تمام شرکت هایی که بر بنیان دانش فعالیت میکنند، اما توسعه فناوری باید با ایجاد اشتغال و فروش بالا همراه شود تا نتیجه مطلوب از فعالیت ها حاصل شود. انتظار تولید محصولات با کیفیت و عرضه بین المللی انتظاریه که همه از شرکت‌های دانش بنیان دارند، اما انتظار اصلی فراهم کردن بستری به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال است تا علاوه بر گسترش فعالیت‌های دانش بنیان، فرصتی هم برای پرورش و فعالیت متخصصین و نخبگان فراهم شود. فعلا در حال حاضر سه گروه صنعتی به صورت مستقل فعالیت می‌کنیم که در انشالله در سال 1400 این گروه به 7 گروه مستقل صنعتی میشه که خیلی از تولیداتی که در اینجا الان داره تولید میشه در واحدهای مستقل و کار خودشون ادامه میدن. در حال حاضر در یک گروهی که الان هستیم تقریبا 20000 متر مربع فضای تولید داریم که 170 نفر نیروی کار به صورت مستقل فعالیت دارن. در یک گروه دیگه در بخش کورهای صنعتی فعالیت داره و در بخش زباله‌سوزی صنعتی فعالیت دارن، چیزی در حدود 30 نفر نیروی صنعتی فعالیت دارن. در یک گروه دیگه که در فضای تقریبا 4000 متر مربع فعالیت دارن، اونجا هم تعداد 70 نفر نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستن به صورت مستقیم. به صورت غیر مستقیم چیزی در این گروه هلدینگ با توجه به نمایندگی که کشور و خدمات فسپوشی که کشور ما داریم و کاری از ایران ارتباطات خیلی خوبی برقرار شده، تقریبا 1000 نفر به صورت غیر مستقیم درگیر صنعت ما هستند.